سرخط خبرها، پاکستان بار دیگر خواستار اقدام طالبان افغان در برابر ترورستان شد. جبهه مقاومت ملی، در پی زد حمله نیروهای ما در بغلان 3 طالب کشته و زخمی شدند و بالهای ملا هیبت الله قطع شد. مشروع خبرها، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که طالبان افغان مکلفند تا در برابر تهدیدات دولت پاکستان از خاک افغانستان اقدامهای جدید را روی دست گیرند. ممتاز زهرا بلوچ گفت برای مقامهای طالبان مهم است که در برابر افراد و نهادهایی که پاکستان را تهدید میکنند اقدام کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری افزود که این مسئولیت‌های بین‌المللی طالبان است که تا علیه افراد و نهادهایی که پاکستان را تهدید می‌کنند عمل کنند و به تعهدات خود با جامعه بین‌المللی نیز پایبند باشند. با آنکه جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان از بازداشت برخی عاملان حمله‌های تروریستی از سوی طالبان افغان خبر داده است، اما خانم بلوچ تصریح کرده است طالبان افغان این ادعا را رد کرده است. با تسلط طالبان بر افغانستان، حمله های راسفگنی در خاک پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. مقام های ملکی و نظامی پاکستان بارها از طالبان افغان به خاطر پناه دادن به طالبان پاکستانی انتقاد کرده و خواستار اخراجشان از خاک افغانستان شدند. در واکنش طالبان افغان، پاکستان را متهم کرده که از حل معضل شورشان ناتوان است و در عوض این گروه را ملامت میکند. جبهه مقاومت، در پی زد حمله نیروهای ما در بغلان 3 طالب کشته و زخمی شد. جبهه مقاومت ملی میگوید که در یک زد حمله نیروهای این جبهه در ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان 1 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. به گفته جبهه مقاومت، این رویداد زمان اتفاق افتاد که نیروهای گروه طالبان میخواستند از مسیر دیلالا، دره ده و گذر چرخ فلک حمله های تهاجمیشان را بر موازین جبهه انجام بدهند که در نتیجه در سایه گذر دره چرخ فلک با زد حمله مواجه شد. جبهه مقاومت در ادامه افزوده است که در این درگیری به نیروهای این جبهه هیچ گونه آسیب نرسیده است. ملا هدایت الله بدری، رئیس بانک مرکزی طالبان در حادثه ترافیکی در قندهار مجروح شد. بانک مرکزی تایید کرد که هدایت الله بدری، فرد منصوب طالبان بر ریاست این بانک، در رویداد ترافیکی زخمی شده است. پیش از این به نقل از منابع خود، خبر زخمی شدن آقای بدری در رویداد ترافیکی در شهرهای هرات قندهار را منتشر کرده بودیم. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان شب جمعه دوام سنبله در خبرنامه نوشت زخم هدایت الله بدری سطحی و سلامت او قابل اطمینان است. این بانک افزوده است که آقای بدری تداوی شده و به زودی به وظیفه خیش برخواهد گشت. خبرنامه بانک همچنین تایید کرده که در این حادثه یک نفر کشته شده است. منابع رسانه افغانستان انترنشنال بامداد روز جمعه گفته بودند که در این رویداد راننده آقای بدری جان خود را از دست داده است. تصاویری که رسیده نشان می‌دهد که بعد از وقوع این حادثه طالبان هدایت الله بدری را با یک هلیکوپتر به قندهار منتقل کردند. هدایت الله بدری از فرماندهان شناخته شده طالبان است. او پیش از این به عنوان وزیر مالی طالبان کار میکرد. روزنامه 8 صبح، افغانستان و فروپاشی آرمانهای جمعی. افراد به تنهایی سبب تغییرات بزرگ نمیشوند جز در موارد محدود و استثنایی. تغییر بزرگ هنگام رخ میدهد که بخش از جامعه برای آرمانی مشترک بسیج میشود و توده ها را برای تحقیق آن برکت در میآورند. افغانستان در پای فروپاشی های متعدد که تجربه کرده است، اینک با نوی دیگر از فروپاشی نیز دست به گریبان است و آن فروپاشی آرمان های جمعی است. در چند دهه پیشتر، هنوز که جنگ ها آغاز نیافته بود، دست کم دو جریان به شدت آرمانگرا در افغانستان به جلب و جذب توده ها روی آورده بودند. در یک طرف جریان چپ قرار داشت که از میان برداشتن تضادهای طبقاتی و پیاده کردن عدالت اجتماعی را سر لوحه تبلیغات خود کرده بود. این آرمان با آن که ناقص بود و نمیتوانست مفهوم فربه از عدالت را باستا بده تا شامل عدالت قومی، عدالت جنسیتی و عدالت دینی و مذهبی نیز بشود و هر گونه تبعیض و نابرابری را به هر پایه که بنا شده باشد براندازد. اما در همین حد نیز میتوانست بخش از مردم را به شور و هیجان در آورد، به ویژه نسل جوان را که خواهان تغییرات رادیکال اجتماعی و سیاسی بود. در طرف دیگر ماجرا، گروه اسلامگرای سیاسی قرار داشتند که بر پایه جامعه توحیدی، نظام خالص اسلامی، احیای امت، اعاده عظمت از دست رفته مسلمانان و شعارهای از این قبیل را بالا کرده بودند. هرچند مرز توهم و حقیقت در گفتمان این جریان از میان برخاسته بود و تفکیک خیال و واقعیت دشوار بود، با آن هم می توانست برای بخشهای نسبتاً وسیع از توده ها الهام بخش باشد و آنان را به مبارزه سوق دهد.
برعکس دو جریان یاد شده، گروه های میلیگرا نتوانستند آرمان ملی مشترک را در افغانستان که شور شوق گسترده برانگیزد و از این رو به زودی در برابر این دو جریان به انزوا رفتند. البته فضای عمومی جهان نیز به سود دو جریان بیشتر بود که در پس خود حمایت خواست دو کمپ جهانی قدرت را داشتند، خلاف ملیگرای لیبرال که آمی قدرتمند در هیچ جا نداشت. شورای جنگ ها و سپس ویرانی هایی که در پی آورد اعتبار هر دو ایدئولوژی چپ و اسلامگرا را بر زمین زد و روند فروپاشی را وسیعت و ژرفای بیشتر بخشید. در دو دهه جمهوریت که فرصت استثنایی برای بازسازی کشور فراهم آمده بود، جای آرمان ها و آرمانگرایی های گذشته را دعواهای قومی و ملی گرفت و پهنه سیاست را معامله‌گران به اشغال خود درآوردند که فاقد هر گونه آرمان بلند ملی و میهنی بودند. پس از فروپاشی جمهوریت ابتذال گفتمان به حد رسیده بود که نام بردن از آنها مایه شرم است و بسیاری که خوب خود را صاحب نظر و تیر و پرداز می گیرند، کارشان به مرز دشنام و عیبگیری های کوچه و بازاری رسیده و از هر گونه چشم انداز کلان فرسنگ ها فاصله پیدا کردند. این فروپاشی آرمان های جمعی و در افتادن در باطلاق گروهک بازی و محلگرایی در درون کشور مایه تعمیق سرخوردگی و در بیرون کشور مایه بی‌اعتباری سیاسی شده است. ناظران بیرونی به این دست از سیاستگران سخیف به چشم بیماران روانی می نگرند که خود غرق شدند و بقیه را نیز به غرقاب می رانند. از همین رو آنان را کسی در عالم سیاست جدی نمی گیرد و در محاسبات کلان حسابی برایشان باز نمی کند. این فروپاشی به ظاهر ادامه دارد تا آنگاه که نسل دیگر و جمع دیگر با آرمان‌های بلندتر پا به صحنه بگذارد و اعتماد و باور را جایگزین بی‌باوری و بی‌اعتمادی کند. بهشت جنگجویان خارجی طالبان به گونه گسترده از گروه‌های فروتی میزبانی می‌کند. بر اساس توافق دوحه طالبان متعهد شده بودند که روابط خود با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی را قطع کنند. با این حال پس از برگشت این گروه به قدرت، شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، سازمان پیمان امنیت جمعی و برخی از سازمان‌های امنیتی دیگر از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اکنون دو سال پس از قدرتگیری مجدد طالبان، یافته‌های روزنامه 8 صبح نشان می‌دهد که شمار زیادی از جهادگرایان منطقه با خانواده‌هایشان زیر چتر طالبان در افغانستان حضور فعال دارند. بر بنیاد این یافته ها حدود 300 خانواده اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و انصارالله تاجیکستان در شمال شرق بویژه در بدخشان زندگی میکنند. منابع آگاه در شرق افغانستان نیز تایید میکنند که هزاران خانواده جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند. همچنان جهادگرایان جنبش ترکستان شرقی با وجود حمایت چین از طالبان از مزایای حضور این گروه در افغانستان سود میبرند. بیشتر این جنگجویان در کنار ارتباط با طالبان با القاعده نیست داد و ستد دارند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و بلوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش.